سلام عرض میکنم. من دبی بودم، البته قبلش امریکا بودم. تحصیلاتم در زمینه فایننس بود در دانشگاه ویرجینیا تک و اقتصاد همچنین در دانشگاه ویرجینیا تک، و قبلش هم دانشگاه صنعتی شریف بودم و مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه که تحت عنوان مؤسسه نیاوران شناخته میشه. تجربیاتی دارم، 20 سال تجربه دارم در بازارهای بین‌المللی و در خدمت شما هستم. بعد برخی از دوستانم برای ما یه شایعه رو در آورده بودن که ایشون کد بورسی نداره. نه، من در بازار سرمایه ایرانم فعال بودم و شاید الان کسی بیشتر از من، البته موام مشکی است ولی شاید سنم، شاید باور نکنید، من از سال 1371 در بورس ایران کد بورسی دارم، 406 کد بورسی بنده هست. بعضی از دوستان ظاهرا دسترسی دارن، همه اکانت ها رو چک میکنن. علی در خدمت شما هستم. دوستانی که الان فکر میکنم با شما بیشتر در ارتباط هستن، من یک لایو از شما دیدم امروز، استفاده کردم در مورد در واقع زبانهای برنامه نویسی روی بلاکچین، خیلی روی رمز ارزها و برای من جالب بود، خیلی استفاده کردم. فرضم این است که بیشتر دوستانی که در این لایف هستند در کار رمز ارز و فارکس شاید باشن و هر سوالی باشه من در خدمتون هستم. زنده باشید. اولا خیلی خوشحالم با فردی فرهیخته مثل شما هم صحبت هستم و هم کلام. خواهش میکنم. همیشه درخشان و رو به هدف باشید و بتونید منشأ خیر و برکت برای دیگران باشید. گویین که میدونم یکی از دغدغه‌های اصلیتون همین مسئله است که بشه به عزیزانی که هموطنمون هستن اطلاعات درست منتقل بشه. سوال اساسی که من دارم این هست. آقا الان خیلی از بچه‌ها روی پیج از من پرسیدن و من گفتم متخصصش رو میارن، دلار و برجام چه اتفاقی براش میفته؟ حالا هر چقدر که بضاعت زمانیتون اجازه میده برای من صحبت بکنید، میدونم میتونید ساعتها راجع به این مسئله صحبت بکنید، اما هر چقدر که فکر کنید زمانتون اجازه میده از شما میشنویم و من سراغ خواهش میکنم. ببخشید من دارم نورم ما تجربیات متعدد داشتیم، حالا نورم من دارم سعی میکنم تنظیم کنم یه جوری که عزیز. بالاخره بهتر بشه. علی حال ببین، سوال مهمیه، سوال همه ای ماست. ما که چقدر بتونیم به این سوال پاسخ بدیم، یه قسمتش که فکر میکنم هیچ جوابی هیچ کس نداره. اتفاقا ببینید جناب شیرازی، من یه کتابی رو نوشتم سالها پیش، قرار بوده چاپ بشه، به اتمامم رسیده بود و متاسفانه چه عرض کنم، بالاخره کوتاه فکری بود، حسادت بود، هرچه بود، این کتاب هنوز چاپ نشده، به نام مدیریت ریسک‌های مالی در 1000 صفحه در زمینه مشتقات، که شاید یک انسایکلوپیدیای در زمینه مشتقات هست. من شاگرد آقای دانچنس بودم، اون زمان میگفتن که بزرگترین فرد در زمینه ریسک منیجمنت در دنیا در زمینه مشتقات. اولین کتاب مشتقات رو، دریویتیوز رو، آقای دانچنس نوشته بود و خود ایشون به من کتاب خودشون رو تدریس نکردن، یک کتابی رو از آقای اسمیتسون تدریس کردند. و در این کتاب آقای اسمیتسون فصل اول و دوم کتاب به خوبی توضیح میده که در بسیاری از موارد وقتی ریسک وجود داره، شما هرچه تلاش کنید که شرایط رو پیش بینی کنید به نتیجه نخواهید رسید. بهتر این هست که سناریو آنالیسیس داشته باشید، بهتر این هست که سناریوهای مختلف رو در نظر بگیرید و برای این سناریوهای مختلف چی داشته باشیم؟ برنامه داشته باشیم. دقیق میفهمید. الان برجام رو من بعید میدونم نه بایدن بدون برجام به کجا میرسه، نه جناب آقای رئیسی بدون برجام در نهایت به کجا خواهد رسید و نه کس دیگری. من برداشتم این هست که احتمال داره بعد از ماه آبان، بعد از انتخابات کنگره به نتیجه برسه، ولی همون انتخابات کنگره هم خب ما داریم میبینیم که احتمالا محافظه‌کاران رأی میارن و محافظه‌کاران اعلام کردن که ما با برجام سر سازش نداریم. شاید من فکر میکنم بهترین شرایطی که ما میتونستیم داشته باشیم همین در واقع ماهای گذشته بود که این به نتیجه متاسفانه نرسید. این هست که از این به بعد اگر بنده قرار باشه در مورد برجام، ببینید اگر قرار هست برجام روی زندگی بنده تأثیر بذاره و امثال ما روی زندگیمون تأثیر بگذاره، باید آماده باشیم با اون شرایطی که پیش خواهد آمد. حالا برجام هم بر فرض به نتیجه برسه، اینکه واکنش حاکمیت، واکنش دولت چه هست، سیاست‌های دولت چه هست، بسیار میتواند متفاوت باشد. سیاستی که بنده چند سال از پیگیری میکنم، حداقل از سال 2014-2015 وقتی که در دبی بودم و من جهت اطلاع شما
20 سال خیلی کم ایران اومدم، حتی اون 6 سال آخر یعنی از سال 2012 تا 2017 اصلا ایران نیومدم. دقت میفرمایید. و از راه دور من سعی میکردم که یک سری توصیه هایی داشته باشم برای ارتقاء سطح معیشت مردم مظلوم و عزیز ما، ولی متاسفانه به نتیجه نرسید. اخیراً یک مقداری امیدواری پیش آمده بود که این دو روز گذشته این امیدواری بندم ناامید شده. دلیلش هم این هست که در ابتدای سال رهبر انقلاب اعلام کردند که ما باید به زیرساخت‌ها توجه بکنیم. این دقیقاً توصیه بود که بنده در سال‌های سال داشتم. یعنی این 6 سال 7 سال من توصیه‌ام این بود که بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا بشه و کل بودجه ارزی کشور صرف احداث زیرساخت‌ها بشه. دقیقاً هم مدل توسعه‌ای که در دبی پیاده شد. یعنی شما حالا نمیدونم اولین سالی که در دبی تشریف بردی چه سالی بوده، ولی یک زمانی بود که در دبی یک منطقه اتفاقا ایرانی نشینی اونجا وجود داشت که افرادی بودن که بدون بهشون میگفتن، بدون یعنی بدون پاسپورت بودن، بسیار در فقر. همزمان با این آقای شیخ محمد تصمیم میگیره اون زمان یکی از بزرگترین یا بزرگترین بندر دنیا رو بسازه به نام جبل علی که الان بندر 15مه، ولی اون زمان تا اونجا که من خاطرم هست بندر اول بود. و میره بزرگترین فرودگاه دنیا رو میسازه که بعد از 20 سال 20 تا 25 سال به ظرفیت نهایی میرسه. یعنی بنایی رو بنا میکنه که 20 سال بعد نتیجه میده. و الان بنای دیگری رو فرودگاه آل مکتوم شما مستحضر هستید. در قسمت جنوب دبی ظرفیت 250 میلیون نفر. برای 50 سال بعد برنامه دارن. ببینید در همون زمانی که فقر در دبی بود و اتفاقا فقر مطلق بود، یعنی فقر نسبی هم نبود، من چیزای بدی دیده بودم، دقت میفرمایید، در همون زمان میرفتن زیر ساختا رو با بالاترین استانداردهای بین المللی میساختن. اینها ببینید اینها یک طرز فکر، یک اسلوب فکریه که برای ما خیلی ناشناخته است. من برداشتم این بود که امیدم این بود که برجام به نتیجه میرسه، ما برای اولین بار بعد از 40 سال میریم به سمت اینکه این ارز رو صرف ایجاد زیر ساخت بکنیم. حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه که اگر ارز رو در اختیار بانک مرکزی قرار دادید، این ارز رو وارد بازار میکنه، باعث میشه به صورت مصنوعی قیمت ارز پایین بیاد، فنر ارزی فشرده بشه، باز 5 سال دیگه این فنر ارزی متاسفانه رها بشه و مشکلات عدیده و جدی برای اقتصاد ما ایجاد کنه. در طی اون 5 سال هم که فنر ارزی فشرده میشه، در طی اون 5 سال متاسفانه اقتصاد با بیماری هلندی مواجه میشه. نام دیگر بیماری هلندی دی اینداستریالیزیشن هست. دی اینداستریالیزیشن یعنی صنعت زدایی. کشور ما، کشور ایران از قبل از انقلاب، از بعد از دهه 50، یعنی زمانی که عالی خانی ها رو راندند و منزوی کردند، از اون زمان تا امروز یه چیزی حدود 50 تا 52 سال هست که کشور ما طولانی ترین دوره تورمی تاریخ بشر رو داره و طولانی ترین دوره صنعت زدایی در دنیا رو داره. یعنی شما دقت بفرمایید، کشوری که مثلا بهترین پهباد میسازه، حالا من نمیگم بهترین پهباد دنیا رو میسازه، ولی پهباد قابل قبول میسازه، اتومبیلش میشه مثلا پرایدی که 40 سال پیش شرکت فورد به کیا داده و 30 سال پیش شرکت کیا به ایران این پراید در واقع این تکنولوژی رو فروخته. یعنی ما مطلقاً پیشرفت نداریم در این زمینا و بسیاری کالاهای دیگر. خب چرا اینطور هست؟ چون فرایند صنعت زدایی بوده. ببینید ابزار نظامی ساختن اینها از فرایند بازار نمیاد بیرون. دقت میفرمایید. بنابراین شما میتوانید تکنولوژی مثل روسیه. الان روسیه پیشرفته ترین، یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای نظامی در دنیا، مثلا سوخوی 35 این ساخت روسیه است دیگه. اما خب بقیه موارد از نظر خودروسازی از ایران به مراتب عقب‌تره. دقیق می‌فرمایید. پس ما اگر واقعا می‌خوایم پیشرفت کنیم، باید صنعت زدایی رو متوقف کنیم. باید این ارز حاصل از فروش ثروت رو وارد اقتصاد نکنیم. صحبت اینجاست. ممکنه به برجام بریم، ممکنه نرویم به برجام، ممکنه وارد نشویم به برجام. اگر وارد برجام بشویم، اگر مجدداً برگردیم به برجام، من خیلی بعید می‌دونم، به دلیل اینکه یک فردی در واقع در دستگاه، در رأس دستگاه پولی کشور هست به نام آقای صالح آبادی که مشخصا هر بار که ایشون در تلویزیون در طی چند ماه ظاهر شدن به طور مشخص اعلام کرده، ایشون در مقابل سیاستی که رهبری اعلام کرد
آقای صالح‌آبادی اعلام کرده که ما از ارز می‌خوایم استفاده کنیم برای بازارسازی بازار ارز. این اسم دیگه‌اش ارزپاشیه. این همونه که در زمان دولت مهرورزی 750 میلیارد دلار درآمد ارزی به طور کامل از بین رفت. بنابراین برداشت بنده اینه که اگر به برجام بر نگردیم، وضعیت همین وضعیت امروز بماند، نه بدتر بشود نه بهتر بشود. بالاخره ما واقعیتش هم خدمت شما عرض کنم، هم صادرات غیر نفتی ما در حال رشد تا یک حدی از نظر مخصوصا از نظر دلاری رشد کرده، هم واردات ما در حال رشده. بنابراین به طور خیلی تدریجی و لاک‌پشتی سطح معیشت شاید یک مقداری داره بهتر میشه از این نظر خاص. دقت می‌فرمایید در حالت کلی به باور بنده ما در سراشیبی هستیم. به مدت امسال 11 سالیه که در سراشیبی هستیم. از کجا من میگم؟ اینکه نرخ تشکیل سرمایه به مدت 11 سال شیبش منفی بوده. اینکه تشکیل سرمایه، یعنی سرمایه گذاری 3 سال هست که خالص سرمایه گذاری منفی شده. یعنی مقدار سرمایه گذاری در کشور از مقدار استهلاک متاسفانه کمتره. این همون شرایطی که در شوروی سابق اتفاق افتاد. اما بخوام خلاصه کنم، برداشتم این است که اگر برجام به وقوع نپیوندد، همین شرایط ادامه پیدا میکنه، کجدار و مریض یک مقدار صادرات ما احتمال داره به تدریج رشد بکنه، اونم از نظر مقداری ممکنه رشد کنه، ولی مسئله دیگه هم این است که قیمت ها اگر فرصتی میشد من در مورد سیاست های جهانی خیلی راحت تر میتونستم خدمتتون صحبت کنم. کل بانک های مرکزی دنیا حداقل این است که هیچ بانک مرکزی در دنیا الان سیاست انبساطی نداره. ممکنه بانک مرکزی ژاپن پالیسی اسپیس نداشته باشه، فضای سیاست گذاری ما بهش میگیم، یعنی نمیتونه، یعنی دستش خالیه، نمیتونه نرخ بهره رو افزایش بده، وضع بدتر میشه. دقت میفرمایید؟ خب شرایطی در دنیا حاکم شده که بانک‌های مرکزی سیاست انقباضی در پیش گرفتن، بازارهای کامادیتی احتمالاً به سقوط قیمت خودشون ادامه بدن، بازار رمز ارز ممکنه که باز هم اصلاح داشته باشه. اینا واقعیت هاست وقتی که سیاست بنابر این هست که اصلا توقفی در سیاست انقباضی تا انتهای سال آینده نباشد، سایر کالاها نسبت به پول مخصوصا نسبت به دلار تضعیف خواهند شد. باز اگر فرصت باشه بعداً صحبت خواهم کرد. حالا این هم شرایطی رو به وجود خواهد آورد که از نظر، چون اقتصاد ما کامادیتی محوره، خب وقتی که قیمت کامادیتی ارزان بشه یک مقدار از این جنبه ممکنه صدمه ببینیم، از جنبه های دیگر ممکنه که باز ما بتوانیم بیشتر و بیشتر تحریم ها رو خنثا کنیم. یک شرایط، همین شرایط فعلی ادامه داره. این شرایط فعلی من شرایط خوبی نمیبینم، چون رکود ادامه داره، چون اقتصاد روی در واقع مسیر مثبت نیست متاسفانه. اگر به برجام برگردیم در کوتاه مدت یک خوشبینی در اقتصاد ایجاد خواهد شد، ولی سیاستی که الان دولت داره و حتی من دیدم در سیاست‌های کلی هم تا حدی تاکید شده، البته تناقضی وجود داره، مثلا عنوان شده که تورم کاهش پیدا کنه، رشد 8 درصدی، ولی رشد 8 درصدی و تورم و کاهش تورم با برخی از سیاست‌های دیگه نمیخونه. اگر این تفکیک بودجه ارزی از ریالی مطرح میشد در سیاست‌های کلی، من خیلی امیدوارانه تر صحبت میکردم. به باور بنده اگر به برجام برگردیم، شرایط دیگری خواهد بود، نه این که در اگریگیت در حالت کلی ما بتونیم بگیم وضع ما بهتر خواهد شد. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم، بیشتر موارد رو توضیح بدم. سلامت باشید. راجب نرخ خود دلار به ریال فکر میکنید که چه اتفاقی بیفته؟ بعضی ها صحبت سر این میکنن که اگر این اتفاق بیفته دلار حتی زیر 25 تومان رو هم خواهد دید. بعضی ها صحبت از این میکنن که ممکنه حتی دلار تا محدوده 35 بالا بره و این رنج 10,000 تومانی رنج خیلی بزرگیه و خیلی اتفاق ها میتونه توی کشور رقم بزنه. شما با کدوم یکی از اینها در واقع بیشتر نزدیک هستید؟ یا احیانا ممکنه با سناریوهای مختلف بگیر، اگر این سناریو باشه به اینجا ختم میشه، اگر این سناریو باشه به اینجا ختم میشه؟ اگر وقت دارید و مزاحم وقت نیستم راجع به این مسئله صحبت بفرمایید ممنون میشم. حتما. ببینید اقتصاددانان معمولا عرض کردم پیش بینی نمی‌کنند، حتی فایننس هم عرض کردم در کتاب آقای اسمیتسون میگه مخصوصا قیمت ارز در بازارهای جهانی پیش بینی نکنید. ما چرا این مدار راحت‌تر در مورد قیمت دلار به ریال صحبت می‌کنی؟ چون که این در اختیار سیاست گذاره، چون که نرخ بازاری نیست، چون نرخی نیست که در هر لحظه تغییر بکنه. دقت می‌فرمایید اینجا هست که شما این مقداری میتونید در واقع برای سناریوهای مختلف در واقع یک پیش‌بینی داشته باشید.
این که قیمت دلار ممکنه به 25 تومن یا کمتر از 25 تومن برسه، به نظر من اون شوکی که قرار بود برجام وارد کنه به بازارها، اون شوکی که مرتفع شده، بارها و بارها قرار بوده به برجام برگردیم و بر نگشتیم. حالا برفرضم برگردیم، شرایط زمان قطعنامه 598 اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین این که چون همواره شما میتونید تصور کنید که در عرض به مدت یک هفته مثلا قیمت ارز بیاد مثلا زیر 10 تومن، اما پایدار نیست. دقت میفرمایید، من برداشتم این است که نه، خیلی بعیده زیر 25 تومن بیاد، خیلی بعیده. الان ممکنه به 26 تومن 27 تومن بالاخره آتیش میذارن به مالشون، بالاخره مال خودشون هم که نیست، مال مردمه. و مثلا یه دفعه ممکنه مثلا درآمده با این قیمت نفت، درآمد 50 میلیارد دلار 60 میلیارد دلار درآمد نفتی ما پیدا بکنیم اگر به برجام برگردیم. اگر بنا باشه اینها صرف زیرساخت‌ها نشود، اگر صرف زیرساخت‌ها بشود که مشخصه ما باید یک فرودگاه بین‌المللی در سطح اول دنیا داشته باشیم که بشه هاب منطقه و رقیب فرودگاه استانبول و فرودگاه دبی و فرودگاه آل مکتوم و فرودگاه ابوظبی و دوحه و همه، رقیب همه خواهد شد. این فرودگاه اینطوری ساختن 30 40 میلیارد دلار هزینه داره. ما باید یک راه آهن سراسری بکشیم، راه آهن پرسرعت بکشیم، مثل اون چیزی که در چین هست، در ژاپن هست، در آلمان هست، در فرانسه هست. من برداشت من اینه که یه چیزی حدود 150 تا 200 میلیارد دلار هزینه داره. اگر اون سیاست در پیش گرفته میشد، من میتونستم با قاطعیت خدمت شما عرض کنم که فقط اگر ما از نظر زیرساخت‌ها کشور رو بسازیم، وضعیت معیشتی کشور بسیار بسیار بهتر از امروز خواهد بود، بسیار بهتر، حتی بسیار بهتر از همسایگان کشور خواهد بود. حتی برای ایرانی رقابت میکنه که ایران مثلا یک ایرانی به جای اینکه مثلا در دبی زندگی کنه مثل بنده، یا مثلا در امریکا زندگی کنه مثل وقتی که من در امریکا بودم، یا در اروپا یا در کانادا، حتی ممکنه که بصرفه که برگرده به کشور خودش. اما سیاستی که الان هست، 60 میلیارد دلار در اختیار ریاست بانک مرکزی قرار میگیره، طرف در واقع دارایی‌های خارجی ترازنامه رو رشد میده، بعد اون این ارزو به بازار میریزه، بعد میتونه سالها ارزو سرکوب کنه، بعد که کفگیر به ته دیگ خورد دوباره جهش کنه. اینا دیگه ببینید، اینا احتیاج به متخصص پولی نداره. دقیق میفرمایید، اصلا من چرا باید بیام در این موارد صحبت کنم؟ اینا اصلا احتیاج به تجربه در بازارهای جهانی نداره. این یه بازی بوده که همواره صورت گرفته و متاسفانه از جیب مردم خرج شده. بله، من برداشتم این است که اگر اجازه داده شود، که گویا اجازه داده شده است، که منابع نفتی در ارز حاصل از فروش ثروت به جای اینکه مجددا در ثروت ملی سرمایه گذاری بشه، در بازار صرف در واقع پرداخت سوبسید به واردات و پرداخت سوبسید به فرار سرمایه بشه، همون شرایطی که در سال 94 و 95 بعد از برجام اتفاق افتاد دوباره مجددا اتفاق میفته. سالها قیمت ارز ممکنه که تثبیت بشه و بعد مجددا در واقع مجددا جامپ داشته باشه. از نظر اینکه ممکنه ما تکنولوژی خارجی رو بیاریم، خب گشایش بزرگی خواهد بود. همون دو سه سالی که ما به برجام، دو سال شاید شد، ما دو سالی که به برجام برگشتیم، سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی ما به شدت گسترش پیدا کرد. اینه که من نمیتونم تحریم ها رو توجیه کنم، من نمیتونم تحریم ها رو تایید کنم، ولی متوجه هستم که اگر تحریم ها رو هم بردارند، سوء مدیریت به قدری شدیده در این کشور که آثار تحریم با آثار سوء مدیریت برابری میکنه. و اگر بخوام پیامی بدم خدمت مردم عزیزمون، پیام این هست که تلاش کنیم این سیاست ها رو تغییر بدیم. و اگر فشار افکار عمومی باشه، قطعا میتوانیم سیاست ها رو تغییر بدیم. مگر شما فکر میکنید، من همیشه یک مثالی رو زدم، الانم خدمت شما میزنم این مثال رو، و باز اگر سوالی بود یک سوال دیگه خدمتتون هستم، بعد مرخص میشم با اجازهتون. ببینید، نهضت زنان در امریکا، من یک زمانی در امریکا بودم، یک نفر گفت که مثلا ما خیلی مردم چیزی هستیم، با قدرتی هستیم از نظر فکری، میتونیم ادامه بدیم، استقامت داریم. جالبه که در مورد ایرانیان اینو میگفتن، یعنی ایرانیان 2500 سال پیش میگفتن industrious، یعنی سخت کوش، یعنی مقاوم، یعنی قوی. دقت میفرمایید، یعنی روحیه قوی داشتن، استقامت داشتن در کار. و موارد متعدد در این زمینه است. حالا این امریکایی به من گفت که ببین، نهضت زنان، ما 60 سال یا 70 سال دقیق الان یادم نیست، فکر کنم 70 سال، میگفت که 70 سال ما مبارزه کردیم تا حق رأی زنان رو بگیریم. 70 سال مبارزه، خیلی.
و میگفت که اینطوری بوده که این نهضت زنان هر سال در یک روز خاص یک نفر رو به هر صورتی در کنگره راضی کردن که بیانیه حق رأی زنان رو بخونه. 70 سال طول کشیده، 70 سال مبارزه. ما برای اینکه این ثروتمون از بین نره یک روز حاضر نیستیم مبارزه کنیم، یک ریال حاضر نیستیم هزینه بدیم، حتی هزینه کلامی بدیم. دقیق میفهم. خب این به کجا خواهد رسید؟ به کجا خواهد رسید؟ الان من یک انتقادی که به دوستان بورسی خودم داشتم، بعضیا گفتن شما چرا به دوستان خودت انتقاد کردی؟ گفتم خب به دوستاش هم انتقاد میکنه دیگه، خب انتظار داره که شنیده بشه. این است که ما مثلا بگیم که آقا مثلا این صندوق توسعه ملی رو برداریم بریزیم تو بورس، خب چه فایده ای داره؟ به کجا خواهد رسید؟ دقیقاً چی رو رفع خواهد کرد؟ اندازه بورس 6 تا 6500 همته. اونی که اصلا صندوق توسعه ملی داریم برمی‌داریم 10 همت، 15 همت، 20 همت، 25 همته. بیشتر از این که نیست که. دقیق می‌فهمید؟ با این کارا که ما کشورمون نمی‌تونیم بسازیم. پس نتیجه این هست که من امیدوارم به جای اینکه بیایم پیش بینی کنیم بگیم که وضعیت چی میشه، که پیش بینی من اینه که با برجام وضعیتمون نسبت به غیر برجام خیلی از نظر اگریگیت فرق نمی‌کنه، از نظر کلی فرق نمی‌کنه، ولی در جزئیات خیلی فرق می‌کنه. برجام باشه بانکداری راه میفته. برجام دوستان بورسی هم همشون به شما، دوستان که در بازار سرمایه هستن دقیق اینا رو میگن دیگه. مثلا بازار خودرو، صنعت خودرو ممکنه این مقدار وضعیت بهتر بشه، هرچند من فکر نمی‌کنم از ورشکستگی در بیاد با این فاجعه‌ای که در این چند سال با قرعه کشی خودرو اتفاق افتاد. بزرگترین کازینوی دنیا رو ما در ایران اسلامی تشکیل دادیم بدون همه، بدون اینکه کسی انتقاد بکنه. واقعا عجیبه، واقعا عجیبه. بعد از کجا تامین کردیم؟ مدتاً خودروسازی‌ها زیان انباشتشون بزرگتر شده و ما رفتیم مثلا از بانک برداشت کردیم. بانک از کجا پرداخت کرده؟ بانک هم رفته از بانک مرکزی برداشت اضافه برداشت داشته. خب اضافه برداشت از بانک مرکزی یعنی تورم چند برابری. دقیق می‌فهمم. این سیاست نیست دیگه. اینکه کاری نداره اینجوری کشور رو تخریب کردن که مشکلی نیست که. پس بنابراین اگر برجام بشه به نظر من صنعت خودروسازی بهتر میشه، هرچند فکر نمی‌کنم به سوداوری برسه. به نظرم صنعت بانکداری در کوتاه مدت وضعش بهتر میشه چون فشارها یک مقدار برداشته میشه، ولی فکر میکنم همون مدیران بانکی که وضعیت نظام بانکی رو تا امروز به اینجا کشوندن قطعاً در مناسب خودشون هستند. و یک سری از صنایع با توجه به اینکه به تدریج فشار روی نرخ ارز حقیقی افزایش پیدا میکنه نمیتونن با واردات رقابت کنن. بنابراین اگر به برجام برگشتیم بهترین کار اینه که، متاسفم اینو عرض کنم دیگه، اگر اون سیاست‌های نابخردانه ادامه پیدا کنه بهترین کار این است که صنعت متوقف بشه، افراد رو بیاورن به واردات. اگر سوالی باشه من در خدمتم. زنده باشید. فقط در از فرمایشاتتون به یه نکته اشاره کردید که کسی حاضر نیست بیاد حتی کلامی هزینه بکنه. میخواستم یه چیزایی رو بهتون بگم، حالا درسته الان من ایران نیستم دبیم، ولی به هر حال برمیگردم، ولی اینم راجبش صحبت بکنم. یه تلویزیون اینترنتی بود به اسم تیوا، احتمالاً دیدید دیگه چون شما بورسی هستید. من یه چند وقت اونجا کارشناس مهاجری بودم و صحبت می‌کردم. بعضی از مواقع مثلا همینی که راجب خودرو فرمودید راجبش صحبت کردم، اون اتفاقایی که سر اون صندوق‌هایی که می‌خواستن مردم عرضه بکنن راجبش صحبت کردم، یه جوری با من صحبت شد که آقا حواست جمع باشه، که متوجه شدم که خیلی هم راحت نمیشه حرف زد و حتی تو تلویزیون اینترنتی، نه توی تلویزیونی که کاملا مربوط به حاکمیت هست، یعنی شبکه‌های عادی که هست. گویی که الان شما شبکه 4 میرید، من شبکه 2 میرم. به هر حال اینا یه خورده سخته دیگه. ببینید خیلی ها میدونن و میخوان حرف بزنن ولی نمیشه. امیدوارم این راهکار به وجود بیاد، زمینه شنیدن افکاری که حتی ممکنه با افرادی که الان سر مناسب اقتصادی هستن متفاوت باشه، گوششون شنوا باشه، حداقل بشنون آقا یه همچین چیزایی اشتباهه. مثلا نمیدونم دامنه نوسان رو یادتونه 2 سال پیش دیدن آقا وحشتناک شده، دامنه نوسان رو غیر متقارن کردن. بعد اصلا یه چیزای عجیب غریب دیگه، یعنی اینایی که مثلا در هیچ جایی در دنیا اصلا وجود خارجی نداره و فقط برای خودشون یه لحظه یه فکری میکنن، میگن این کارو بکنیم والا مثلا صف فروش جمع بشه، صف خریدها متعادل بشه، و جواب نداره دیگه. ولی آقای دکتر سعدمندی ازتون خواهش میکنم ما این لایف ها رو ادامه بدیم، چون برای بچه ها خیلی جذاب بود. من کامنت ها رو داشتم میخوندم، برای خود من کلی درس داشت و کلی استفاده کردم.
موضوعاتی رو مشخص بکنید که فکر میکنید به درد بچه‌ها میخوره، با هم دیگه هم فکر میکنیم و باز ما شما رو دعوت میکنیم که بتونیم از تجربیات گرانبهای شما استفاده بکنیم. اتفاقا همین امروز از فرودگاه که داشتم میومدم از دم ساختمان سیتی بانک رد شدم و اون آرم سیتی بانک رو دیدم. الان که شما همون ساختمان من اونجا بودم. بله آره بله همون ساختمان بله طبقه 5. درخشان باشید و دمتون گرم که انقدر راحت صحبت میکنید. خواهش میکنم. نه وظیفه بنده است و وظیفه ببینید بالاخره من تصمیم گرفتم که هر طوری شده مثلا مسئله تورم رو حل کنم. خب تا حالا شکست خوردیم ولی خدا رو شکر من یک دوره هایی رو تشکیل دادم. جناب شیرازی شما احتمالا مطلع هستید، من سال گذشته دو کتاب اول اقتصاد کلان دنیا، کتاب آقای منکیو و کتاب آقای بلانچارد استاد معروف فرانسوی دانشگاه ام‌آی‌تی رو هر دو رو به طور کامل 45 فصل 3000 اسلاید رو به فارسی درآوردم، ترجمه کردم، همه رو تدریس کردم، ضبط کردم، ادیت کردم. من شرمنده دوستانم هستم، کیفیتش رو سعی کردیم بهترین باشه ولی دیگه اینقدر از دستمون برمی اومد. دقت می‌فهمید؟ ای کاش من امکانات داشتم اصلا این کتابا رو همه رو ترجمه می‌کردم. هر کس که در این دوره شرکت می‌کرد کتابم تقدیمشون می‌کردم. ولی من هیچ گونه امکاناتی در این دنیا به جز دوستانی که اومدن حمایت کردن هیچ امکانات ما از جایی نگرفتیم. سال گذشته این کارو کردیم و در نهایت نتیجه خواهد داد. وقتی چند هزار نفر در این کشور اقتصاد پولی بدانند، همین دوستانی که تو فارکس هستن، رمز ارز هستن، دوستان عزیز حتما باید اقتصاد پولی بدونید. من تصمیم گرفتم از دانشکده های اقتصاد این کشور انتقام بگیرم. جناب شیرازی چیکار میکنم؟ کتاب رد اول دنیا، الان کتاب اقتصاد خرد، کتاب برنده جایزه نوبل آقای کروگمن و کتابی که در دانشگاه هاروارد تدریس میشه کتاب آقای منکیو، هر دو رو همزمان دارم تدریس میکنم. تا حالا نصفش رو به طور کامل پاراگراف به پاراگراف ما بازم اسلایدها رو ترجمه کردیم و داریم تدریس میکنیم. هیچ خدمتی به این کشور بالاتر از اشاعه علم نیست. اگر من قرار باشه، ببینید من اگر قرار باشه خودم به فکر منافع مالی خودم باشم، خب من به عنوان یک بانکر باید برم نیویورک. دقیق می‌فرمایید. اگر در ایران هستم وظیفه بنده است که علم رو اشاعه بدم. از شما دوستانم تقاضا می‌کنم تلاش خودتون رو بکنید، شما موفق باشید. اگر هر ایرانی در هر گوشه دنیا موفق باشه، ما ایرانیان موفق خواهیم شد، قدرت پیدا خواهیم کرد، ما کشورمون رو می‌تونیم بسازیم، بهترین کشور دنیا رو ما می‌تونیم بسازیم. شما ببینید ما در گذشتمون بهترین‌ها رو در دنیا داشتیم. جناب شیرازی، ادویه‌ای که ایرانیان مصرف می‌کنند، ادویه‌ای که ایرانیان تولید می‌کردن که زعفران باشه، بهترین ادویه دنیا بوده، بهترین ادویه دنیا بوده. پاپوشی که ایرانیان داشتن، فرشی که الان ما به عنوان فرش میشناسیم، آخه زیراندازی که بقیه مردم دنیا دارن مثلا استفاده میکنن، شما ببینید چیه زیرانداز ما چی بوده. دقت میفرمایید ما یک ملتی هستیم، چند هزار سال سابقه داریم، اولین کشوری هستیم که در دنیا به وجود آمده و همچنان باقی است. دقت میفرمایید ما میتونیم بهترین کشور دنیا باشیم به شرط اینکه دست به دست هم بدیم، به شرط اینکه تلاش کنیم، به شرط اینکه اشاعه علم بدیم. من تلاش خودم رو دارم میکنم. حالا مثلا دوستان ماه پیش جناب شیرازی ماه حرف مثلا انتقادی کردیم از بورس، چند صد نفر رفتم به بندر گزارش دادم به اینستاگرام مرتب برای من پیام فرستاده که شما مورد هجمه جمعی قرار گرفتید. بعدم خب گرفتن اکانت ما رو فعلا متوقف کردند و فعلا یه مدتی رشد نکنیم. خب نکنیم. من که این چند سالی که کشور اومدم فقط دارم هزینه شخصی میدم، ولی از شما تقاضا میکنم، از بقیه دوستانم تقاضا میکنم، دست به دست هم بدیم، تریدمون رو بکنیم، سرمایه گذاریمون رو بکنیم، دنیا رو ببینیم، لذتمون رو ببریم، ولی به فکر کشورمون هم باشیم، با هم تلاش کنیم انشالله کشورمون نجات بدیم. ارادتمند. خیلی سپاسگزارم از شما. خیلی محبت. ممنون و سپاسگزار از وقتی که گذاشتید. انشالله باز هم بتونیم امید دیدار دیگه در خدمت شما باشیم. خواهش میکنم. خدمت بنده است. خدا نگهدار شما و همه دوستان عزیز.